خاطرات تلخ. دیشب نگرانت شدم. من یکم حالم بد شد. خوبم، تو نگران نباش. شاید به خاطر خودم نگرانتم. تو فقط عشق تو بهش اعتراف کردی. نه، این ربطی به اون موضوع نداره. من بعد از اینکه اون غلطو کردم، من با من خوب رفتار میکرد. آقا چی شد حالا؟ یا از داداشم میترسه یا تو زندگی شکل دیگه هست؟ منو که دیدن ساکت شدن و بعدش هم یهو نالان اومد. فکر میکنم صحبتی که بینشون بود خیلی معنیدار بود. حرفات به تنهایی نمیتونه چیزی رو ثابت کنه. بالاخره امکان داره که با هم شوخی کنن. چون فرید آدم شوخیه. ببینید سوزان خانم، من قبلا هم یه چیزایی ازشون دیده بودم. مطمئنی شرمی؟ این برای فرید اتهام بزرگیه. برای مژگانم همینطور. مژگان، لطفاً در این مورد به من توضیح بده. بین تو و فرید چیزی هست؟ منظورتو نمیفهمم سلیم. مژگان، این مسئله چیه که نمیتونین با هم حلش کنین؟ چیزی وجود نداره که بخوایم حلش کنیم. ببین، من هم تو رو خوب میشناسم، هم فرید رو خوب میشناسم. سلیم، تو چی میخوای به من بگی هان؟ معلوم هست داری چی میگی. تو هم منو خوب میشناسی هم فرید رو، پس باید بدونی که بین ما هیچ چیزی وجود نداره. بیش از حد واکنش نشون میدی. من هیچ واکنشی نشون نمیدم. نشون میدی، دارم میبینم. اسم فریدم کافیه تا تو خشمگین بشی. مشکل چی شده؟ چیزایی که بهت گفتم و خوب به خاطرت بسپر. نگران نباشین سوزان خانم. شرمین حرفامونو شنیده نه؟ نمیدونم. مرسی شرمین جان. تو آدرس ترکانه داری؟ یکی از دوستای نزدیکم تو همون خیابونه. خوبه، من اونو یادداشت میکنم. سوزان خانم، من براتون مینویسم. باشه. مثل این که نشنیده. فرید، من از خودم میترسم. منم. از اینجا برو. شوهرم حتما اینجاست. من به شما اجازه نمیدم که اینطوری وارد خونم بشین. لطفاً از خونم بریم بیرون. نمیتونی همینجوری سرتو بندازی پایین و بیای تو. کجاست؟ اینجا نیست. قسمت 11. این موضوع بیش از حد طولانی شد اکرم. روف جان،
با نهایت خلوص ازت یه چیزی خواستم. به این کارخونه کشتی سازی احتیاج دارم. من که گفتم در این مورد نمیتونم کمک کنم. روف، مجبورم میکنی کاری بکنم که اصلا دوست ندارم. تو داری منو تهدید میکنی؟ مثلا چی کار میتونی بکنی؟ تو کی هستی که بخوای؟ آروم باش روف جان، تهدید چیه؟ من فقط دوست دارم به تو هشدار دادم، همین. اگه رابطه تو ترکان بین مردم رو بشه برات هیچ خوب نمیشه. متاسفم. قبل از این هم شوهرم گریزای ساده و معمولی داشت، اما من به عنوان زنش بلدم چطور چشم پوشی کنم و شوهرم رو درستش کنم. بالاخره اون یه مرده، چرک و موم دستش. اما برای تو هم همینطوره. اگه مردم بفهمن تو بیشتر آسیب میبینی عزیزم، بیشتر. به آبروی مادر بزرگتم فکر کن. بالاخره یه زن پیره، تا این حد فساد ممکنه که تا این حد کافیه. خواهش میکنم که دیگه هیچی نگین. میبینم که حتی تحمل شنیدن حرفام هم نداری. خب بذاریم ببینیم شما چی، تحمل شنیدن حرفای منو داری؟ رئوف، منطقی باش. در رسه یه کارخونه کشتی سازی زندگی تو نجات میدی، اعتبار تجاریت، خونوادت. بازم فکر کن. ها؟ من از اون بیدا نیستم که با این بادا بلرزم. مگر نوارد این دنیای بزرگ نمی شدم، تو منو نمی شناسی. یعنی با زندگیت بازی میکنی. هر طور که دوست داری فکر کن. هدف من این بود که دوتامون برنده باشیم، اما میبینم که نمیشه با تو معامله کرد، پس خودتو برای بقیه اتفاقات آماده کن. هر کاری از دستت برمیاد مزایقه نکن. خودت خواستی. خوش اومدی. من از اول میدونستم بالاخره یه روز میاد که مقابل هم قرار بگیریم. یعنی دونسته مخ شوهرم رو زدی؟ آره. اولش مقاومت کردم، سعی کردم مخالفت کنم. این آدم متأهله، خونواده داره، بچه هاش. ما تقریبا بچه هایی به سن و سال تو داریم عزیزم. این برای من یه ماجرای ساده قلبی نیست، ولی فکر کنم برای رئوف اینطور باشه. از امروز به بعد پی شوهر من نمیفتی. نمیتونم. مثل این که نفهمیدی چی گفتم. رسوات میکنم. نمیتونی بین مردم سرتو بالا کنی. من با دونستن همه اینا رابطه رو شروع کردم. از عواقب این کار نمیترسی؟ من عاشق رئوفم. تو چطور میتونی؟ سوزان خانم کافیه، من دیگه نمیخوام این توهینا رو گوش کنم. از خونم برین بیرون لطفاً. نالان، نالان چی شده؟ فرید چیزی بهت گفته؟ چیزی گفته که باعث ناراحتیت شده؟ به خاطر من بود. همه چیزو خراب کردم، همه چیزو خراب کردم. به خاطر تو نیست، داری اشتباه میکنی عزیزم. خودم در مقابل اون خیلی خوار میبینم، هیچ غروری ندارم. اشتباه میکنی، تو خیلی محکمی که در برابر اون وایستادی و عشق واقعی تو ابراز کردی. نباید میگفتم دیگه، داره میره، از طرف من داره اذیت میشه. مطمئن باش که به خاطر این نمیره نالان. پس آخه چرا داره میره؟ مطمئن باش اینطوری بهتره. اگه میموند تو بیشتر در عذاب بودی.
اینطوری تو بیشتر فرصت داری که فکر کنی، میتونی که بهتر تصمیم بگیری. نالان، زمان همه چیزو حل میکنه. مشگان، تو با فرید حرف میزنی؟ نه، من نمیتونم این کارو انجام بدم. آخه من چرا؟ نفهمیده و نشنیده، چرا بهم نمیگی؟ معذرت میخوام، ولی من فقط اینو میخوام بدونم، از اینجا به خاطر من داره میره؟ فقط همین؟ به خاطر تو نمیره، میره چون باید بره. نالان، چرا لازمه که بره مشگان؟ چرا الان؟ چه لزومی داره؟ چرا لازمه؟ نالان، فریدم زندگی داره، تا آخر عمر که نمیتونه اینجا بمونه. چرا الان میره مشگان؟ خیلی آنی، چی شد که داره میره؟ خونه نگرفته، دروغ میگه. مشکان، خواهش میکنم، لطفاً. اینا تو ساحل جا گذاشتی. خوب نیست که دست من باشه. ممنونم. کاری نکردم. خوش باشی.
نالان آخه. ببینی طوری که فکر میکنی نیست. من اصلا نمیفهمم چی اونطور که فکر میکنم نیست فرید. فرید تو اینجا چی کار میکنی؟ من عزیزم شما اینجا چی کار میکنی؟ به دلایلی که من میدونم من هر چند اندک میتونم مشکلتون رو حل کنم. مگه شما دوتا چه مشکلی دارین؟ اجازه بده نالا. سلیم اینطوری حرف نزن، داری منو میترسونی. معذرت میخوام عزیزم، نمیخواستم که تو بترسی، اما قول میدم امشب همگی با همین مسئله رو حل کنیم. این وسط مسئله نیست سلیم، من فقط برای خدافظی. اجازه بده فرید. سلیم تو مستی؟ آره مستم. خواهش میکنم بین ما قرار نگیر. مژگان نامزد منه، اون نامزد منه، هر دوتون منو احمق فرض کردین. تو به من دروغ گفتی. به دروغ نگفتم. گفتی؟ ازت پرسیدم بین تو و فرید چیزی هست، گفتی نه. شما فکر کردین کیو دارین فریب میدین؟ خیلی بیشرمی. شرمین حق داشت. مامان خواهش میکنم برو بیرون. تو چطور تونست؟ مامان من همینجا میمونم. مامان دخالت نکنید، برید بیرون. باشه پسرم. خواهش میکنم اجازه بده همه چیزو برات توضیح بدم. سلیم مشکل هیچ تقصیری نداره، من مقصرم. من اگه میدونستم. میدونستی تامن، میدونستی، ولی این هیچ چیزو عوض نمی کنه. نمیدونستم، نمیدونستم سلیم، نمیدونستم. یعنی اگه میدونستم به تو هنوزم مثل این که دارین بچه گول میزنین. به خاطر همین میخواستی زود بذاری بری نه؟ اگه بری بازم نمیشه. بعد از این مسائل اصلا دیگه نمیشه. چی شده؟ تو رو خدا چی شده؟ بعد از این چی دیگه نمیشه؟ گریه نکن نالا، من که از تو عصبانی نیستم. من داداششم، چطور بیاد بگه؟ اما تو چی فرید؟ تو نباید این کارو با من میکردی. با من؟ با من که دوست صمیمیت هم نباید. تو با فرید تازه آشنا شدی، ولی من دوست بچگیت. سلیم تو رو خدا اینطوری حرف نزن.
واژگان ببخش. هدفم نبود که تو رو اذیت کنم. ببخش. از رابطه بین فرید و نالان خبر دارم. بریم یه صحبت مردونه با هم داریم. با اجازتون. داداشم به خاطر منظورش به تو رسید نه عزیزم. مهم نیست، من نمیدونستم تو با فرید اینقدر صمیمی هستی. صمیمی نیستم، همدیگه رو بغل کرده بودین. نالا نمیدونم منظور چی. نه منظوری ندارم مشکل. چرا هم دیگر رو بغل کرده بودین؟ داشتیم خداحافظی میکردیم. خداحافظی میکردین؟ با من خداحافظی نکرد، ولی با تو خداحافظی کرد. داره حتما پیش تو هم میومد. حتما پیش منم میومد، اما من که اومدم تو. بعدشم داداشم، بعدم مامانم. نالان کجا وایسا؟ پیش مامانم. تو چرا نگران شدی؟ نالان ببین فرید، نالان خواهر منه. نمیتونم اجازه بدم که با اونم رابطه‌ای مثل باقی دخترها داشته باشی. سلیم، تو دوست صمیمی منی، چطور میتونی اینجوری فکر کنی؟ رفتارت با نالان، بحث و گفتگوت، نزدیک بیش از حدت با نام زدن باعث میشه اینجوری فکر کنم. مشکل من به هم نزدیک نیستیم. هنوزم نسبت به هم واکنش نشون میدین به خاطر نالان دیگه. فریدی یه چیزی ازت میپرسم، راستشو بگو. آقا خواهرمو دوست داری؟ البته که دوستش دارم. فقط به اندازه که به دخترای دیگه نزدیک میشم به اون نزدیک نشدم. اگه تصمیم جدی بود چرا نیومدی بگی؟ متوجه نبودم. خریعت کردی. انگار من هیچ ارزشی برای عشق قائل نیستم و اونو درک نمیکنم. متاسفم. دیگه سودی نداره فرید. آخرش که به خیر گذشت، عیب نداره.
از این به بعد شک ندارم که کار درست رو انجام میدی، چون رابطه ای که بین تو و خواهرم هست باید اسم داشته باشه. نالان، من داشتم درخت رو هرس میکردم. متوجهم مسلم، متوجهم. حق با شرمین بود. بله، حق با تو. فکر نمی کنم داداشه درباره رابطه تو فرید برخوردی داشته باشه. نگران نباش، اگه لازم باشه من با سلیم حرف میزنم. میونشون به خاطر من به هم نخوره. به هم نمیخوره، نه ترس. مامان، یه چیزی ازت بپرسم. بپرس دخترم. گفتی که حق با شرمین بود، در چه مورد؟ شرمین یه چیزایی شنیده بود، برای همین گفتم. مگه چی شنیده؟ موضوع چی بوده؟ چه ربطی به مژگان و فرید داره آخه؟ هیچ ربطی نداره نالان جان، رابطه ی شما دوتا رو حد زده بود. چی گفته؟ گفت که بین فرید و نالان انگار یه رابطه ای هست. خب دختر باهوشیه تو، هم که خیلی احساساتتو نشون میدی. فهمیدم، اون وقت تو به خاطر همین قضیه به مژگان گفتی بیشرم؟ آه، اون موضوع فرق میکنه. اون نباید پشت سر برادر چیزیو پنهون بکنه. یعنی فقط همین؟ چیز دیگه ای نیست نه مامان؟ آره. نگران نباش، همینه. میدونم تو مراقبشی، اونو همیشه رو چشت میذاری، اما تو هم نگران نباش، چون من با پدرم حرف میزنم، یعنی من ضمانتت میکنم. ممنونم. دیگه بریم، دخترها دارن از کنجکاوی میمیرن. خیلی خوب شد، به سلامتی عشقمون تمامن. عشق من، بیا یکم با هم حرف بزنیم. نالان کجاست؟ سلیم. بیا پرنسس من. شما بین خودتون صحبت کنین و یه تصمیمی بگیرین. تصمیم؟ منم فردا اول با پدر حرف میزنم و یه تاریخ رو مشخص میکنیم. تاریخ؟ شایدم با هم عروسی بگیریم. عروسی؟ نالان، 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 حالت خوبه؟ نالان، ببینین بچه ها دقت کن، اول حلقه رو اینجا میذاریم، بعد این دسته رو میکشیم پای، تا وقتی هم حلقه پر نشده هیچ جا نمیریم. اونجا کجاشه؟ ای وای، اون موتور دستگاهه، اصلا بهش دست نمیزنی. خلاصه همچین که صدای تق تق شنیدین این در رو باز میکنی. ببینی این در رو، خب حلقه دیگه پر شده. حله؟ یاد گرفتی؟ بهتری نالان؟ خوبم، حال من خوبه، نمیخواد نگرانم باشید. چیزی لازم نداری؟ آب
میخوری؟ فرید. من با اجازتون میرم بخوابم. شب بخیر. تومن. شبتون شب بخیر. مشکان تو هم شنیدی مگه نه؟ خب نمیبینم درسته؟ فرید و من خواب نیست. بازم که خودمو گول نمیزنم مگه نموش کن؟ من که اصلا نمیفهمم. نگو که منو دوست داشته. آره دوستت داشته. به خاطر احترام داداشم نمیتونست به من نزدیک بشه مگه نه؟ ازت معذرت میخوام. چی شد؟ همینطوری احساساتی شدم. مردا این روزا خیلی عجیب غریب و غیر قابل پیش بینین. بی خود اون همه باعث رنجشم شد. مگه چیه؟ خواهر دوستت هستم که هستم. تو دنیا هر دختر جوونی میتونه خواهر یکی باشه دیگه. باشه دیگه، ناراحت نباش، خوشبخت میشی. فکر کنم میشم مگه نه؟ راستش یه خبر توپ برات دارم. واقعا نمیدونم تحملشو دارم یا نه. از این خوشت میاد؟ مطمئنم. شرمین از مامانم در مورد من و فرید پرسیده. سوزان خانم اینو گفت؟ فضول خانم زود رفته پرسیده که بین فرید و نالان چیزی هست یا نه. من بهت گفته بودم که این به فرید نظر داره، تو باور نکردی. فکر میکردم داری اغراق میکنی. ولی اغراق نمیکردم عزیزم. موقعی که بشنوه از شدت حسادت دیوونه میشه، میمیره، موهای زردش اینطوری میشه. مسخره. Thank you.
کجا بودی؟ کار داشتم. این چه کاریه که تا صبح طول میکشه؟ هیچ میدونی از سیمدیم کردنت خسته شدم؟ نزدیک صبح میای خونه و از سوال و جوابم خسته میشی. آره جواب منو بده رئوف، کجا بودی؟ به توش دار میدم، با من اینطوری صحبت نکن. نمیتونی من از چیزی من کنی، 30 ساله که زنتم، تا صبح خونه نمیای جواب منم درست نمیدی. آخه این رسمشه؟ اگه این رفتار ادامه پیدا کنه دیگه روزا منو نمیبینی. منم دیگه نمیتونم تهدیدهای شما رو تحمل کنم. رئوف صبح بخیر. چیزی شده؟ مشکلی نیست، به کارت برس. پدر جان، راستش من میخوام در مورد موضوع مهمی با شما صحبت کنم. چی هست؟ جای نگرانی نیست پدر، برعکس فکر کنم خیلی هم خوشحال میشین. اگه میخواین بعد صبحانه با هم صحبت کنیم. الان کار دارم، بعد تو کارخونه صحبت میکنیم. باشه پدر. سلیم، دارم لباس میپوشم. معذرت میخوام عزیزم، نگاه نمیکنم. لطفاً برو بیرون. سلیم. باز دوباره اینو چشون شد. مرخصی تموم شد؟ میری سر کار؟ نه، هنوز تموم نشده. از پادگان خواستنمون، باید برم اونجا. سلیم، آخه وقتی اومدی تو من، ما قراره به زودی ازدواج کنیم. خجالت کشیدم، نمیدونستم باید چی کار کنم، مضطرب شدم. بیا اینجا بشین. اگه تو نخوای هیچ کاری باهات ندارم. البته که میخوام لمست کنم، این طبیعی ترین کاره. نگاش کن صورتت پشمکی شده. عشق لمس کردن میخواد. ببین مژگان، بابت کارهای دیشب ازت معذرت میخوام. اینو بدون که همش تو فکرم بودی، برای همین اومدم تو اتاقت. معذرت میخوام. برو صبونتو بخور. دیوونه،
بی خود اون همه ناراحتم کردی، خودت هم ناراحت کردی، حتی مریضم شدی. منم مریض کردی، البته روح و روانم رو مریض کردی. تو داشتی میرفتی فرید. چاره دیگه ای نداشتم. متوجه نشدم. تا اینجاشو فکر نکرده بودم. ما نمیتونیم با هم باشیم. یعنی چی که نمیتونی؟ فکر میکردم ما نمیتونیم با هم باشیم. چرا گریه میکنی نالان؟ تو وقتی میگی نمیتونیم با هم باشیم معلومه که من گریه میکنم. ببین مثل بچه ها رفتار میکنی. باشه باشه دیگه نمیکنم. به خاطر احترام به داداشمه، درسته؟ نمیدونی به چه چیزایی فکر کردم که پای کس دیگه ای در میونه. من اصلا دوست نداره. فرید، وقتی که بچه بودیم بین شاخه های خشکیده ادریس تو منو بوسیدی، یادت میاد؟ نه یادم نمیاد. بچه بودیم دیگه، بعد مامان و بابا رو دیدیم، بابا مامانو داشت میبوسید، ازشون پرسیدم، گفتن فقط زن و شوهر رو میتونن این کارو بکنن. یه مدت همش خودمو گول میزدم، مثلا ما زن و شوهر بودیم. بزرگ که شدیم یادم رفت. بعد تو اومدی، گفتم به خاطر من اومده. تو یه آدمی، اما برای من نه یه آدم معمولی. همه یه شبهای بیخوابیم، همه یه عشق چشما، یه احساس تازه. یه نفر رو تا این حد بخوای. میدونی چه حسی داره وقتی میبینی که بی نتیجه نبوده؟ اگه الان تو چشم نگاه کنه یعنی دوستم داره. چیزیم نیست، واسه من فرق داره. گفتم که چیزی نیست، اونطوری نیست. میدونم. فکر نمی کنم چیزی قشنگ تر از به هم رسیدن باشه. ببخشید.